نیکاهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب و زمینشناس از واشنگتن به ما پیوستند. آقای کوثر، گزارش رو شنیدید، گویا تجربه مشترکی بود از کم آبی و بحران آب بین ایران و آفریقای جنوبی، اما بیشتر از زبان شما بشنویم چه شباهت‌هایی شما می‌بینید بین این دو کشور در خصوص بحران آب؟ چیزی که در مورد آفریقای جنوبی می‌بینیم وجود شعور در مسئولانش هست، اعتماد مردم به مدیران شهری و همچنین مدیران کشوری و وجود مشارکت. چیزی که در سال 2018 شاهدش بودیم، من سال 2018 با یک نماینده پارلمان یعنی جوردن هیل لوئیس که الان شهردار کیپ تاون هست گفتگو کردم و او گفت که بدون این که ما بتونیم به مردم نشون بدیم که کاهش مصرف آب و مدیریت شخصی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، ما به نتیجه نمیرسیدیم و جامعه مدنی، افراد جامعه و دولت محلی و دولت کشور تونستن در کنار هم کاری بکنن که مصرف حتی کمتر از 50% بیاد، بیشتر از 50% کاهش پیدا بکنه و در این حال دنبال راه‌های جایگزین هم گشتن برای اینکه بتونن آب رو تامین بکنن و اینکه بیان همکاری بین‌المللی رو به نقطه‌ای برسونن که مردم نجات پیدا بکنن. در نظر بگیریم که کیپ تاون کنار دریاست، در نتیجه شیرین کردن آب دریا میتواند یک گزینه برای اون شهر باشه برای کمک به این مسئله، اما مثلا برای شهرهای دور از ساحل نمیان آب دریا رو شیرین بکنن، دارن راه‌های مختلفی رو بررسی میکنن که بتونن این مشکل رو درست بکنن. اما اینم در نظر بگیریم افزایش جمعیت بسیار زیاد از بعد از تغییرات سیاسی در دهه 90 در آفریقای جنوبی باعث شد که کیپ تاون و بعضی شهرهای دیگه جمعیتشون بره بالا و مصرف آب هم بره بالا. ما در کشور خودمون نمونه‌ای داریم به نام اصفهان، درسته کنار دریا نیست اما مصرف آب در گذر زمان بسیار بیشتر شد، زمین‌های دیم شدن، زمین‌هایی که آبیاری می‌شدن و مصرف آب که اونجا بالاتر رفت، یواش یواش وقتی آثار تغییرات اقلیمی خودش رو نشون داد و زاینده رود کم آبتر شد، خیلی اومدن سراغ استفاده از آب‌های زیرزمینی آبخانه اصفهان برخار، برخار، و این باعث شده که نشست زمین این شهر رو به نقطه‌ای برسونه که بر اساس محاسبات برخی از استادان دانشگاه بین 9 تا 15 سال این شهر فرصت داره برای نجات. توجه بکنید، یعنی ما به نقطه صفر زندگی در اینجا میرسیم و بسیاری از مردم در اون منطقه مجبور به مهاجرت خواهند شد. آقای کوثر، اگر دوباره برگردیم به موضوع آفریقای جنوبی، فکر می‌کنید راه حلایی که اونا استفاده کردن چه ویژگی‌های به خصوصی داشته که تونستن این بحران رو از سر بگذرونن؟ آیا میشه اون الگو رو در ایران هم پیاده کرد؟ اونها به سمت دموکراتیک تر شدن پیش رفتن در گذر زمان و گرفتن مشارکت مردم برای حل مشکلات. در ایران تصمیم گیری از بالا به پایین، در این حال گرفتن کمک های علمی از کشورهای مختلف اونها رو نمی ترسونه، در صورتی که اگر در ایران کسی بخواد حتی از ایرانیان خارج از کشور کمک بگیره می ترسه که اون فرد بعدا دستگیر بشه مثل و سرنوشت فعالان محیط زیست دچارش بشه. در این حال توجه به توسعه پایدار آب به عنوان حقوق بشر و عدالت محیط زیستی از چیزهایی است که توجه می‌کنند و اینو هم فراموش نکنیم، یکی از گزینه‌های بسیار مهمی که ما در ایران داریم استفاده از سیلاب‌ها و ذخیره آب سیلاب درون سفره آب زیرزمینی است که در گستره وسیع امکان پذیر به عنوان یک راه حل تجربه شده. اما دولتی که می‌خواد بودجه‌اش رو صرف انتقال آب بین حوزه‌ای، شیرین کردن آب دریا و فرستادن به خراسان رضوی و سدسازی غیر معقول بکنه، چنین کاری رو نکرده و نمیکنه و متاسفانه وضعیت روز به روز بدتر و بدتر میشه. ممنونم نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین شناس از واشنگتن.